حلال دیگری داری، تو حال دیگری داری. هیچوقت نمیتونم که به یاد بیارم که من از کی شروع کردم به خوندن، برای اینکه هیچوقت به این صورت نبودی که از یک موقعی من بگم حالا میخوام بخونم. همش ترانه های کودکانه بود که حتی مدرسه یا کودکستان هم نمیرفتم، توی بیرجند زندگی میکردیم، پدرم برام میساختن، من میخوندم. حالا او یار منه که از بلند میایه، حالا با اسب سفید صد تومن میایه، حالا ما اسب سفید صد تومن را چه کنم، حالا یاقی شده و به جنگ ما میایه. یه موقع هایی توی مدرسه همین کتک های نازما خیلی زیاد بود، یه سرود ملی بود، من تازه رفته بودم اونجا، بلد نبودم، یا بچه های دیگه هم همینطور بد خوندن، گفت همه وایسین دستاتونو بگیرین، یکی یه خطکش کف دست هممون زد. انقدر به من برخورد و ناراحت شده بودم، من یه بچه مظلومی بودم توی مدرسه، آوازم که میخوندم دوستم داشتن همیشه، چشم گریون رفتم خونه. پدرم گفتن که چی شده سیما اینا، اینجوری داستانی که گفتم. خب حالا ما هم خانم نازم رو ادب میکنیم. همون شب روی آهنگ شادروان پوران که معروف بود اون موقع میخوند، برگی سویت ای جان کمتر زن شانه، بابا هم همون متن رو گرفتن و این خطکش رو گفتن ستاره، یعنی عربی دیگه. خلاصه این شعر جالب و درست کردن خطاب به خانم نازم. یکی همیشه بخونم براتون شعرشو. زن بر کف دستم کمتر ستاره، خانم نازم به خدا دستم گناهی نداره، خانم نازم به خدا دستم گناهی نداره، تقصیر کفم نیست بند بیهوشم، گویی که کله من فرگش دز آجر پاره، تقصیر کفم نیست. نه اینجا از دست تو دستم زاره، مجروح گردد چو زنی هی ستاره. یه اینطور شعری، یک شعر دیگه هم داشت قشنگ بود. آها، از مدرسه و درس والله سیرم، نان هم با جور و کتک خوردن مزه ای نداره، نان هم با جور و کتک خوردن. من اینو که خوندم فرداش از رادیو پخش شد، باور نمی کنین که می ترسیدم برم مدرسه، گفتم خانم نازم دیگه حسابی اوقاتش تلخ میشه و ما رو از مدرسه یا بیرون میکنه یا بیشتر ستاره ستاره اون خطکش. خلاصه رفتیم مدرسه، صف بستیم که بریم به کلاس. بعد یک دفعه دیدم که همه که صف بستن، حالا باید میرفتیم توی کلاس، صدا زد سیما بینا بیاد بالای صف.
گفتیم ای داد بیداد، هیچ ترتیبمون داده شده. وقتی رفتم اون بالا با ترس و لرز، همیشه هم از سن و سالم هم کوچیک‌تر بودم. بعد گفتن که خانم ناظم گفت خب سیما وینا یه آهنگ قشنگی خونده، من دلم میخواد که الان برای ما بخونه اینجا. بالای صف میکروفون رو داد به دستم، ما بعد شروع کردیم از طرزم قدم هم بلند خوندم. دیگه این شد سرودی که ما باید هر روز میخوندیم بعد بریم تو کلاس. یار اخو بر ری گل دمی آیوم برد نقل فراوون گلوم بریزم بر سرت. یار اخو بر ری گل بود درد ما و درمونم از یار گلو بگیزم دومنت. از کی شما تصمیم گرفتین که سبکتون و مسیرتون این باشه؟ چه سوال خوبی که از کی مثلا علاقمند شدم. میگم از برنامه کودک این ترانه های محلی رو میخوندم و آهنگایی بود که قشنگ بود با شعرهای مناسب، ولی بعدن که گلهای صحرایی درست شد و من یکی از خواننده های مثلا گلهای صحرایی شدم، به این فکر افتادم که بیشتر برم دنبال این ترانه های محلی که اجرا بشه. و من اینها رو با یه ضبط صوت عادی که داشتم ضبط میکردم، بیشتر از منطقه جنوب خراسان و بیرجند شروع کردم که به هر حال فامیل پدری من، شهر پدری من اونجاست. آی سر راهت بشینم خسته خسته یار گلم، آی گل ریحون بچینم دست دست یار گلم، آی گل ریحون چنین بوی نداره یار گلم، آی دل ما طاقت دوری نداره یار گلم. محلی و برخورد با مردم یه کار دیگه یه غیر از خوندن بود. این یه کار جذابی که منو بیشتر به مردم اون منطقه نزدیک میکرد، به فرهنگشون، به زندگیشون، و خیلی صمیمی میشدیم با هم دیگه. خود منم که از همون اهالی هستم، یک به اصطلاح کس جدا از این ملت و موسیقی نبودم، اینم جزو طبیعت زندگی من از پدران من بهم رسیده بود. اینه که خیلی صمیمی بود و طبیعی در من ایجاد شد این علاقه. اما اینطور نبود که فقط محلی صرفا بخونم. گلها رو میخوندم، آهنگهای تصنیفهای قدیمی دارم که خوندم، بسیاری از اینها خب در آرشیو رادیو هست و هنوز هم ممکنه باشه و میبینم که هستش پخش میکنن. چجوری اولین بار تلویزیون که رفتید با چه آهنگی بود و چجوری بود؟ خیلی دوست نداشتم برم تلویزیون، ولی خب یکی دو تا برنامه ها هم که به رهبری آقای فرهاد فخردینی بود ما رفتیم. اون دیگه دورانی بود که آقای ابتهاج بودن، یعنی فکر میکنم که همون 40-50 سال پیش، یعنی قبل از دوران انقلاب خودمون که میشد بریم، با ارکستر اجرا کردم. آزار این رمیده سر بودن
یک مرحله بعد از انقلاب که من در ایران نتونستم موسیقی کنسرت داشته باشم و موسیقیمو ارائه بدم، صدای زن ممنوع شد. ما و خیلی از هنرمندای دیگه طبعا مجبور شدیم که برنامه‌های ارائه موسیقیمون رو در خارج از ایران انجام بدیم. بنابراین من وقتی که برنامه‌هامو برای کنسرت و ارائه در این خارج از ایران میخواستم تنظیم بکنم، میدیدم که شنونده های موسیقی محلی خیلی بیشتر هستن و به هر حال این موسیقی شنونده های خودشو داره. این خیلی بیشتر اختصاصی شد و به اصطلاح موسیقی تخصصی من شد، ضمن اینکه اون علاقه پژوهشی در من از قدیم بود. بنال بول بول بنال بیچاره بول بول، چرا دیر اومدی آخر من گل سیاه داغی گرفته جای بول بول. شب اومد نگاری هر شب و میشم نیومد عزیز جان. اما کار من از این جهت توی این موسیقی محلی میتونه اعتباری داشته باشه به دلیل عمری که روش گذاشتم، یعنی تداومی که در این کار داشتم و عمری که روی این کار و موسیقی محلی گذاشتم، چون کم نیست دیگه. میگم از برنامه کودک که 8 سال 9 سالم بود شروع شده تا امروزی که باز هنوز جستجوگرم، و این خودش یک امتیازی هست برای اینکه آدم خسته نمیشه. هر جایی منو جذب میکرد که موسیقیش رو کنجکاو بشم. بعد از خراسان مثلا، خب شیرازی ها رو که خیلی دوست داشتم و کرمانی، چون که مادرم هم کرمانی بودن، بعد متوجه موسیقی خرم‌آباد و لرستان شدم، دیدم اونجا اصلا زبانهای متفاوت و این موسیقی ما که همش در مایه های شور و دشتی و این هاست که میگن مادر موسیقی ایران، ولی چطور توی لرستان موسیقی یک دفعه گامش عوض میشه و توی مایه های ماژور و ماهور هستش. کشر رسینم بزرگرانی، کشر رسینم بزرگرانی، قزم قلفی دار پر همه دانی، بالا برز ای بالا برزان، هر تو های نمون هل هل و لرزان، هر تو های نمون هل هل و لرزان. اگر بگن که در دورترین دهکده ایران یک نفر هنرمند هست که برای موسیقی ایرانی یا موسیقی محلی چیزهایی میتونه عرضه کنه که عرضش منده، سیما حتی اگر پای پیاده هم باشه میده.
هر منطقه که آدم میره مثل اینکه یک کار تازه‌ای برات باز میشه، کتابی که کنجکاوی بخونی و این تازه تازه است. یعنی واقعا مثل یک هنرآموز از ابتدا باید آدم شروع کنه نقطه به نقطه ظریف به همه ظرافتش پی ببره کار بکنه و این چیزیه که خسته نمیشه آدم. فرهنگ ایران و اصالت این موسیقی های محلی انقدر زیاده، انقدر غنی این موسیقی در سرزمین ما ایران که نقطه به نقطهش هر کدومش یک دنیاست و پژوهشگرانی مؤسساتی باید باشه که این عمر رو گذاشته باشن و کار بکنن تا اینها رو در بیارن. جواهراتیست، سنگهاییست مثل گوهری که از سنگ جدا بکنین، خاکش رو بگیرین و اینطور ارائهش بدین، بشنون بقیه در اون محدوده محل و روستا تمام نشه این نغمه ها. اصولاً یک محقق هست، یک انسانی است که عمر خودش رو بیهوده تلف نمی‌کنه و شاید جمع‌آوری بیش از 100 آهنگ، حالا من درست رقمش رو نمی‌دونم، از آهنگ‌های فولکلوری که مربوط به اقصا نقاط مملکت ما میشه، مخصوصاً نقاط خراسان، در نتیجه این تحقیق و این علاقه صورت گرفته. میخوام از یک دوره یاد بکنم که ضمن این که اون موسیقیشو به پژوهش نشستم، ولی یک ورق خاصی خورد توی عمر هنری من و پژوهش هام، برای این که اون مرحله همزمان شد با انقلاب ایران و ممنوعیت صدا برای خانوم ها و حتی منع موسیقی برای همه. ما اون موقع فقط دوستانی رو می دیدیم که آرشیف داشتن، هنرمند بودن، گاهی هم دیگر رو سر می زدیم، حتی اصلا بی خبر بودیم، یک وضع خیلی بدی بود، بیگانه و دور از هم، هیچ کس نمی دونست چی کار می کنه. یه روزی رفتم خونه یکی از دوستانم که آرشیف هنری داشتن، یه نواری برای من گذاشت،
صدا و موسیقی یک زن اونجا منو خیلی مجذوب کرد که دیدم، گفتم اگه ممکن این رو بر من ضبط کنیم. بعد از اون وقتی که گوش میدادم این موسیقی رو و کلام شوهی بهش تکیه میکردم، میدیدم که وای، تمام اون بغض یا فریادهایی که در گلو و در سینه من حبس شده اینجا داره میاد. اصلا این کلامش هم نمیفهمیدم درست، برای اینکه آخر فهمیدم که این موسیقی شمال خراسان و قوچانه. خراسان این استان بزرگ که از شمال تا تقریبا جنوب شرق ایرانه. این منطقه به خاطر کوچ اون کردهای کرمانج که به شمال خراسان رفتن، با سه زبان اونجا موسیقیشون هست. کردی میخونن، کردی کرمانج، ترکی میخونن چون بجنورد و این طرف هم جز بشه، و فارسی. و این ملودی هایی که من میشنیدم فریادهای کوهستانی کردی بود. چیزی نمیفهمیدم ازش، ولی کلمه ها رو میفهمیدم. وای چه روزگارایی دیدم، وای نمیدونم بهارایی چی چی. اصلا این برای من یک تصویری میشد چون کلامش هم نمیدونستم. اتفاقا هر چی دلم میخواست میتونستم تصور کنم. همه اینو، همه ببرای سیاه، اینو ببینید خیلی عجیبه، همه ببرای سیاه سید کمندت. خوبه؟ اما یه دفعه پناه آهوا سایه بلند. آی بی انسان، به خدا اصلا تصویر سازی عجیبی داره. و این ببین، همه ببرای سیاه سید کمندت، پناه آهوا سایه بلندت، شب و ابر سیاه کهسار وحشی، کهسار سنگی، شب و ابر سیاه کوههای سنگی، ستاره باره سم سمندت. همه ببرای سیاه Shabu!